کرو بکنی؟ بری؟ من بچه های تهره بکنم. من رفته بودم دیگه من گیر نمیدونم چون مریضم آقا. من خونه بیشتر خوابم. وقتی انا قرصم خوردم رفته اومدم فدراسیون خونه برم دیگه نمیشه. چون تلفن ها کشته میشه توان صحبت کردن اینا ببینید بر ریم و اینا قرصم خوردم که صحبت میکنم. دیگه بالاخره این جبر زمانه و دیر و زود داره سوخت و سوزن نشده. یه تسلسل یه ادامه است، باید باورش کنی. نونهالی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و بعدم پیری. بعد میشه یه قصه. درون ما انقدی نبود که کوچیک بود، خیلی کوچیک بود. مثلا چهارراه اثر آباد شمار تهران بود. خوش آب و هوا بود، آروم بود. تمام تهران پر از باغ و باغات بود. پرنده ها غوغا میکردند. همه خیابون انقلاب که الان میگن خیابون انقلاب کردن اصلا نبود اون باغ. شمار بیابون بود اون باغ. اون زمان اصلا در تهران زمینای بایر زیاد بود که همه بچه‌ها بیشتر در اونجاها فعالیت می‌کردن، به خصوص فوتبال. اینجا اراضی بالاش متعلق به امین‌الزر بود، عباس آباد اون قسمت بالاش متعلق به حاج امین‌الزر بود، این قسمت پایینش به امجد نظام، امجد سلطان به منتسب به خانواده قاجار بود. این قطع زمین بسیار بزرگ رو گذاشتن در اختیار وزارت فرهنگ اون موقع برای ساختن یه جایی که برن توش فوتبال بازی کنن. دولت در صدد برآمد از مردم کمک بگیره، مردم یاری و کمک بکنن که زمین‌های بزرگی که در اطراف تهران یا در اطراف شهرها دارن اینو اختصاص بدن برای کارهای فرهنگی، چون ورزش جزء زمین‌های فرهنگی بود. خودش مؤسسه یا جدا از واحده جدا نبود، جزء فرهنگ مدرسه بود. مثلا نوجوان بودیم یک مرتبه تو تهران شایع شد که قرار یک ورزشگاه خوب تو تهران درست کنن. برای ما که هیچ جایی نداشت به نام ورزشگاه نداشتیم خیلی حرف بود، خیلی چوب چیده بود، همه جا صحبتش بود.
به خاطر اینی که امجد نظام اینو گذاشت در اختیار آموزش پرورش برای کارهای فرهنگی، از اون موقع اسم اینجا رو گذاشتن امجدیه. البته امروز مزایم به نام یه عزیزی به نام شهید شیرودیه. دیگه اجدادی من بگم امجدیه دیگه، چون شما راجب امجدیه اون روز شهید چیرودی امروز داری صحبت میکنی. 15-16 سالی بیشتر نداشتی، میرفته اونجا میرفته تماشا میکرد، داشت 1317 اگر اشتباه نکنم داشت هم میساختن اونجا رو. روی سکوی زمین شمار دو امجدیه روی اون دایب 10 متریش نوشته 1917. 3 سال بزرگتر از منه، من الان 71 سالمه. 74 سال پیش، 75 سال پیش اون زمین دادن. امجدیه یواش 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 با یه طرح جدیدی درست شد که این روبروی جایگاه رو نداشت. البته روبروی جایگاه این تیکر نداشت، بیرون اونجا هم زمین بود، زمین بایر بود و بعد این پایین بود، خاکشو جمع کرده بودن دوروبر، خاکا رو بلند کرده بودن که نشیمنگاه تماشاچه رو خاکا بود. در بعدم فقط زیر جایگاه یه تیکه جای درست کرده بودن، اونم جایی که درست کرده بودن یه سقفی داشت، سقفش هم هر سال زمستون میریخت دوباره بهار که میشد میامدن درست میکردن، یه پایه هایی داشت. اینجا شروع شد، اول زمین خاکی بود. یه اشتباه نکنم سال 1318 چهارم آبان 1318 افتتاح شد که منم اونجا بودم. حالا من چرا اونجا بودم؟ من شاگرد دبستان منوچهری بودم، یکی از دبستان‌های بسیار بسیار خوب و اون موقع خیلی مورد توجه. عده‌ای از این معلم‌ها، مدیرها، نه با مدرسه با مدارس دیگه، با شاگرداشون دعوت داشتن. البته مدرسه های نمونه، مدرسه های خوب، دعوت داشتن. رفتیم چپ جایگاه، جای ما بود. دبیرستان‌ها بودن، خیلی‌ها بودن. خیلی روز قشنگ برای ما که نوجب بودیم، لذت میبردیم از این دو چیزا. یکی از مفاهیم و ویژگی‌هایی که هویت رو معنیدار می‌کنه تعلق خاطره. هویت به خودی خود هیچی نیست، ارزشی نداره. اون چیزی که هویت رو در گروه ارزشمداری جای میده تعلق خاطره.
من اولین بار یادم دست در دست مادرم، مرحوم مادرم، 8 سالم بود که یادم میاد، به استادیوم امجدی اون روز رفتم. زمین شماره 2 امجدیه، یادم روز اولی که من رفتم معرفی کنن، تیم شاهین زمین شماره 2 امجدیه تمرین داشت. زمین شماره 1 هنوز چراغ نداشت. مرحوم امیر عراقی، من کوچولو بودم، یه توپ انداخت دادم این سر، گفتن بلند شد سر بزن، من بلند شدم سر زدم، منو ماچ کردن، گفتن باریکلا. تیم بزرگای شاهین تمرین داشت. در محله 400 دستگاه زندگی میکردیم، 400 دستگاه جاله. فوتبال هم از همونجا شروع کردیم. این خود منم توی زمین 400 دستگاه، تیم به حساب 400 دستگاه بازی میکنم. یه تیم بود 400 دستگاه که آقای حبیبی و تمامشون عضو باشگاه حسن آقا تو همون تیمای خردسال بودن. اغلب تا فوتبالیست‌های اون زمان همینطوری بوده، تو محلی پرورش پیدا کرده بودن، یعنی از محله اومده بودن بالا. مرحوم حمید شیرزادگان بود هم بازیم، که از هم بچگی از 11 سالگی بغل هم بزرگ شدیم. بعد ها آمدیم در تیم ملی هم با هم زوج با مرحوم دهداری خط حمله تیم ملی شدیم. باید 15 سالم بود، 16 سالم بود. همون موقع هم به باشگاه شاهین که رفته بودیم، جزو جوانهای باشگاه شاهین آقای دکتر اکرامی که ایشون هم خیلی حق به گردن فوتبال حساب ایران داره و به گردن ماها داره، ایشون کسایی که احساس میکرد که پتانسیل این دارن که ترقی بکنن، هفته 1-2 جلسه تو همون امجدیه زمین شماره 1 که تیم شاهین اصلی تمرین داشت، ما هم میرفتیم اونجا تمرین میکردیم. خیلی کوچیک بودم، 13-14 سال، به گوشم خورده بود که یه جایی هست به نام امجدیه. رویایی بود برای ما، نه من، همه جوانهای اون زمان، کسایی که فوتبال بازی میکردن. آرزو بود مسابقات خردسالای تهران بود. حالا چرا میگم خردسال؟ نوجوانان و جوانان و امید نبود، مسابقات اصلا هنوز معنا پیدا نکرده بود، فوتبال به اون معنی که اهمیتی داشته باشه برای نوجوان و جوان و اینا. چون پایه فوتبال اون زمان از آموزشگاه بود، اون زمان 4 منطقه بازی میکردن مدارس، چه سیکلی 1 چه سیکلی 2، بعد فینالشون در امجدیه برگزار میشد. بعد فینالشو گذاشتن تو 1/4 زمین شماره 2 امجدیه. حالا به ما گفتن بیاین اونجا، بچه‌ها بلد نبودن اصلا امجدیه کجا هست، چون از خیابون انقلاب به بالا دیگه هنوز این آبادانی و این چیزا نبود. یه امجدیه‌ای بود، روبروش هم یه زمین بزرگی بود به نام زمین بوستان. به هر حال ما با اتوبوس واحد بالاخره آمدیم و تا از اونجا و از خیابون انقلاب تا امجدیه هم پیاده، شوق دیدار امجدیه، جایی که میگفتن زمین چمن هست، چیزی که ما هنوز ندیده بودیم. اون زمان فقط روزنامه کیهان ورزشی بود،
که اولین باری که توی روزنامه من رفتم عکس منو توی صفحه اول کیهان ورزشی انداخت که جوان حسن عیبی، جوان 18 ساله باشگاه شاهین که با بازی هیجان انگیز خود هزاران تماشاچی رو به هیجان در آورد. البته ممکنه گلوب هم میکرد، من بچه بودم اومدم بازی رو کردم، نهایتا خب تشویقی هم بوده. ابجدی شده بود جایی که با اخوره فرار کنه، با رفقا و بچه برلا بود، با بچه گمرو کسی بره بجا هر که بتونه بازی کنیم، را بود نمیده در آخه با سنی نداشتیم که فوتبالیست بود بازی میکرد، ما هم داره به خوش بود بره آخر زمین واسه یه گوشه بگیر توپشو اگه اومد توپ بگیری با پا با بذاره پرت کنی وسط زمین. خب مسابقاتی اون موقع باشگاه ها انجام میشد، نه به صورت فعلی. خب ما با اون شوق امجدیه جیبام خالی بود، چیزی نبود که بلیطی بخری، یک تومن و دو تومن بلیط سخت بود برای یه بچه دانش آموز و اینکه به پدر مادر بگی پول بده من میخوام برم امجدیه مسابقه تماشا کنم. ما بیشتر بی بلیط میرفتیم، یعنی بالاخره راههایی داشت که ما بدون بلیط میرفتیم، هرچند اون موقع مثلا پلیس سوار با میستاد، مثلا فرض کنید هر 20 متر 30 متر دور امجدیه، چون آدم راحت از دیوار میتونست بره اونجا، پلیس سوار با میستاد. ولی خب بچه ها به شیطنتی که در وجودشون هست ابتکاراتی داشتن. سوراخی بود که یک جوب آبی بود که اون مسیر اون آبه بود، این پشت امجدیه ما اینو پیدا کرده بودیم که از اونجا در اینی که خیس می‌شدی دیگه حالا سرما و گرما برات مهم نبود، از اون سوراخی بیایم و بریم بالا بشینیم شروع کنیم به دست زدن و تماشا کردن. اون که همدیگه رو نمی‌شناختن بچه‌ها، مثلا فرض کنیم دو نفر از وسط دوتا اسب می‌رفتن طرف دیوار، اونا رو منحرف می‌کردن، چهار نفر دیگه از اون طرف می‌پریدن، بچه‌های جوونم خب چالاکن، حالا اونا هم یه خود مسامحه میکردن، اینطوری نبود که مثلا برخورده خیلی دشمنان داشته باشن، وقتی میدیدن بالاخره کسی در رفت از دستشون خیلی پیگیر نبودن. من حقیقتش خیلی کم بلیط تهیه کردم برای دیدن مسابقات و مواردی بوده که تهیه کردم، ولی بیشترش سعی میکردیم بدون بلیط وارد بشیم. این خودش یه لذت خاصی داشت در کنار دیدن مسابقه. جدیه بچه های اون زمان رو واقعا تربیت کرد، پرورش داد، بزرگشون کرد. ما خدا رو مدیون رو امجدیه بیداریم، من اگه یک اون ورزش کردم مدیون خود امجدیه هستم. پرچم ها برای مقابله بر سر فوتبال جام آسیایی. سلام بر تو ای مرد، مرد پارتلایی. فوتبال 10 روز سرگرمی تهران، 10 روزی که تهران در تک و تاب فوتبال بود، فوتبال زرد که بر تهران سایه افکنده بود. چون راجع به اسرائیل سوال کردی، من بس مجبورم دوباره اینو بگم، چون ایران نباشد تن من مباد. خدمتتون عرض کنم بازی ایران اسرائیل یه بازی خوب نوعی بود که تمام ملت ایران دلشون می‌خواست ببینه، ما هم خلصاشیم دلمون می‌خواست بزنیم.
جنجالی بلند شد اون تهران که ایران، تیم ملی ایران و تیم ملی اسرائیل مسابقه قوقایی شده بود. هر جا میرم تو صحبت همین بود روز که بازی شده شد ایران و اسرائیل در دیدار نهایی. اسرائیل صاحب جام، تیمی که جام آسیایی رو از تلاویو به تهران آورد. امروز میبینیم که ایران یا اسرائیل کدوم یک تیم 10 ساعت در آفتاب نشستن برای دیدن مبارزه سرنامه تیم ترمیم خسته از دیدار بابر موج جمعی هر بیری چه حکابه شروع بیری پیدا نمیشون. حالا چرا بیری پیدا نمیشون؟ شخصی به نام آقای الغانیان صاحب این ساخت و بزرگه تو استانبول تقریبا نصف از بلیط‌ها رو یک جا خریده بود کلیبی که تو شده بره کلیبی ها اونا بیان جاها رو بگیرن. خب جمعیت مشتاق یعنی مسلمان ها راحت رفته بودن در جنگه ما رفته بودن یه آمده بود. حالا ما تونسته بودن باز من یعنی من تونسته با یک تو صرفه اون بازار سود بلیط تهیه کنم رفته بودنست قیامت جاویز همجردی هم پوله پوله بیده. حالا یه عده دیگر هم فرسته بود آقای الغانیان با بلیط بخرم بیاد که مسلمان اجازه ندادن دم گیش ها رو گرفتن چی باستن اجازه نمیدن هیچ چیز بخره ریختن مردم آمدن بلیطی دیگر به اون صورت نگذاشتن دست کسی بشه همجردیه شد یک بچه عشق به ایران باجه ها درست شد، بلیط ها عوض شد بلیط ها رو مردم خریدن آمدن خیلی بیش از ظرفیت همجدیه آدم اومده بود من یادم مثلا به اندازه ای که توی همجدیه جمعیت بود بیرون دور همجدیه بیشتر حتی جمعیت چون جا نداشت که جمعیت تا از توریا تا لب پیست نشسته بودن پیست دو میدانی نشسته بودن روی زمین هر چقدر قبلش من مینیسکم اولین مینیسکم پاره شد جز 16 تا اسم من داده بودن من 48 ساعت بیمارستان بودم نگفتن همای مینیسکش پاره است بازی شروع شد این از لحظه تاریخی دیدار اسرائیل و مسلمان ها یک لحظه هم آرومشون تشویق میکردن یک نفس میرفتن اتفاقا اولی گل و ایران خورد گل اول اونا زدن انگاری تو امجدیه هیچ کس نیست اشپیگلر زد سکوت باور بفرمایید باور بفرمایید مثل خاک مرده ریختن رو امجدیه صدا از احد و ناز در نمی آورد یانگ در مقابله با کلانی با از این خطاها زیاد کلانی به بیرون برده می شود دقایق رو می بلید توپ زیر پای قلیچخانه یارش رو دریبل می ده مسلط رو توپ نگر می داره با روی پا به مهراب یار همیشگی روی دروازه اسرائیل تو بغل دروازه بان ویسوکر مانع بزرگ ویسوکر توپساز اشپیگلر بغل چپ در عرض زمین کلانی در خدمت تیم بر میگرده همایون بهزادی هافتایم اول تو زمین نبود هافتایم دوم اومد تو زمین تیم یه گل خورده بود با آمپول من آوردن زمین 3 تا آمپول زدن تو زیان زانون زانو رو بیهس کردن جمعیت هم داد زد همایون سر تلایی بیاد و ما هم اومدیم تو اکبر افتخاری ساند کرد ویسکر گلر تیم هامبورگ بود دایب بس کم بود من موندم دروازه متی اولین گل همایون بهزادی زد که جمعیت ترکید خوب روی دروازه همایون بهزادی گل تلافی گل تلافی ایران رو یک بر یک در این دقیقه به ثمر می‌رسوند پنج مسابقه استادیوم خاموش مجدداً سرود می‌کنه و شادی می‌کنه تیم اسرائیل او رو قبول نداره
اینجا اختلاف سلیقه افتاد که لایزمن بالاخره گفت گل و دیگه جمعیت آروم نشد تا آخر بازی تقریبا از پشت 18 قدم 7-8 متر پشت 18 قدم یه دونه شوت سنگینی قلیچ خانی زد. قلیچ خانی همه رو دریبل میکنه شوت روی دروازه. پرویز قلیچ خانی زد و چه دیگه بیا و تماشا کن. بچه‌ها به سر کول هم میخورن. از این بهتر نمیشه. 2-1 به سود ایران. تلافی این گل خیلی زمان به سرعت میزن. در صف تماشاچی‌ها همین هست که خودتون احساس میکنید. من گفتم امجدی داره در دیوارش خراب میشه میریزه. یعنی واقعا حس میکنم زیر پا من این زمین داره میلرزه. از بس که مردم فریاد هورا نبود فریاد بود عربده بود نمیدونی تمام سیناهاش پاره میشد هستن. خب پایان موفقیت شادی گریه خنده روبوسی همه چیز به شکل طبیعی جریان داره. جوانها سرمست از باده پیروزی در سایه پرچم ایران به دور زمین میدوند شادی میکنند. این هم جام آسیایی. جام رو نگه میدارم در دست های قدیم و آینده روشن باز هم پیروزی خواهیم داشت. پیروزی های بزرگتر برای ایرانی آبادتر. شادی استادیوم تا پاسی از شب بعد از مسابقه پیروزی جوانان رو جشن گرفته بود. این هم که به قول معروف جام همون ملت های آسیا هست ذلی برادرمه امینی خواست با یکی دیگه از بچه ها که تماشاچی به من باید باشه یا عکاسی چیزی باید باشه. باز همون سال 47 بازی های جام ملت ها این آقای اصلی حسین فرزامی قلیچ خانی جعفر کاشانی عرب خود من آقای کلانی بهزادی افتخاری جباری مهراب شارخی با همین بازی ایران اسرائیل خیلی بیش از ظرفیت امجدیه آدم اومده بود و جالب اینجا بود بعدن که من مسئول شدم رفتم این جایگاه های روبروی یعنی مرکز نشستن ورزشکاران که روبروی جایگاه قسمت شرقی امجدیه است دیدم واقعا وحشت کردم از کیفیت ساختش. یعنی بسیار بسیار کیفیت ساخت ضعیفی داشت و اینکه جایگاه فرو بریزه به نظر من محتمل بود. حالا نریخته بود که من اونجا دستور دادم بازسازیش بکنن و احیانا هرچند که الان مسابقه برگزار نمیشه ولی اونجا دیگه بازسازی کردن خطراتش رو رفع کردن. من یه چیزی هم که شاید برای شما عجیب باشه من حدود 18 سال مفسر تلویزیون شبکه 2 بودم و اونجا هر جمعه برنامه زنده داشتم توی ورزش و تو کانال ورزش صحبت میکردم. یه خورده با این شرایط شما آشنا هست. فکر کنم اولین بار سال 1143 بود که رفتم امجدیه اون تیم ایران و آلمان رو دیدم و بعد از اون دیگه به خاطر اینکه خیلی علاقه پیدا کردم به تماشای مسابقات فوتبال و بعد به خاطر اینکه با داییم سهراب سپهری اونم خیلی علاقه داشت به تماشای مسابقات فوتبال دیگه از سال 43 به بعد به صورت منظم تا سال 57 ما مرتب میرفتیم استادیوم امجدیه و مسابقات فوتبال رو اونجا تماشا میکردیم. اگر مسابقه تیم ملی مسابقه داشت سهراب معمولا میرفت یه گل فروشی و بعد از گل فروشی
یک کیسه بزرگ گل روز و محمدی می خرید و اونا رو پرپر می کرد، تو کیسه گله می ریخت. و بعد وقتی می اومدیم توی امجدیه، وقتی تیم ایران یه گل می زد، سهراب بلند می شد و این برگ گلا رو روی مردم می ریخت. و این یه صحنه بسیار جالبیه که من هنوز از اون تاریخ به یاد دارم. جاپون میشه. برای چی؟ برای اینکه توپ ببینن از دروازه عبور میکنه یا نه. میشینن سر جاشون. این کار صدها بار تکرار میشه. یکی دو بار به عنوان شهرساز امجدیه رو باز دید کردم. مخصوصا در رابطه با طراحی فضای ورزشی خواستم ببینم چگونه هست. ولی اولین بار از طریق تلویزیون با رادیو، در واقع اولین بار از طریق رادیو با امجدیه آشنا شدم که برنامه‌های ورزشی رو مخصوصا فوتبال رو پخش می‌کرد. برمه اگر این بازی رو ببره قهرمان بلا منازع جام. یادم توی دبیرستان بودم که یکی از بازی‌هایی که توی امجدیه بود ایران بود با یک کشور دیگه، یادم نمیاد، ولی صدا رو که میشنیدم فضا رو حس می کردم و همیشه فهم می کردم امجدیه یک فضایی که گرما و شور و شوق و یه چیز خیلی خاصه و بزرگتر از اون چیز که حس می دیدمش. پر اشتها، با انرژی، اولین شوت. من مثلا صدای بهمنش رو هر موقع می شنیدم فکر می کردم دارم امجدیه رو می بینم. فوتبال‌های ایران حملات سختی رو روی دروازه هنگ کنگ بردن. نتیجه میبایست بهتر باشه، ولی از دو گل بیشتر تجاوز نکرد. درصد این زمین چمنش میکردن رستم بوده دست اسلحه. بعد اواخر دیگه نزدیک زمستون تبدیل میشد به خاک، در حدی که باز بعدن خواهم گفت توش وقتی که مثلا مسابقات بزرگی بود و چاره ای نبود تو برف تمرین میکردیم، با هلیکوپتر خشکش میکردن و خاکره میریختن.
یا یک بار من یادم هلیکوپتر اومد یه مقدار زمین رو خوش کرد، جاهایی که چیز بود، چون گود پستی بلندی یه مقدار داشت، یه جاهای هاپا میساد، یه جاهای چیز بود. ولی گذشت اون موقع خب وطیله کم بود دیگه، مشکل بود، واقعا مشکل. در این مدت خب میرفتیم امجده، میامدیم تماشا. من خیلی احساسی بودم. یادم یه روزی بازی شاهین تاج بود، زمین شماره یک امجده، بهتون گفتم برق نبود، برق نبود، بازی کشته شد تاریکی، توی شاهینم جلو بود، پیچ تعطیل شد. من خیلی گریه کردم اون روز که تو دستم دست مرحوم مادرم بود که چرا اینجوری شد. بعدها یواش یواش برق رو درست کردن و امجدیه رو سر سامون دادن. استادیوم امجدی اول زمین دو و میدانیش خاکی بود و آقای علیجان قادری کسی بودش که باید هر روز این زمین خاکی امجدیه رو با شیلنگ آب میداد و آب میپاشید روش رو خیس میکرد و ما میتونستیم روش بدویم، برای اینکه زمین خاکی بود، از خاک رست تهیه شده بود، یه مقداری هم توش بعضی وقتا خاک زغال سنگ میریختن که از جنوب تهران میآوردن اونجا و تو استادیوم توی چیز میریختن، ولی خب احتیاج داشت که کوبیده بشه. بازیکن خارجی، بازیکنایی که سرشناس بودن، مثلا مولر، بکنبوئر، اوزبیو، بعد ما همین از بازیکنای روس که خیلی زیاد، نمیدونم میتروولی، فیچینوواف، خورتیسلاوا، نمیدونم، خیلی زیاد با بازیکنای بزرگ زیاد تو امجدی بازی کردیم که ستاره های فوتبال دنیا بودن. مثلا بازی کردیم تیمای درجه اول دنیا به اینجا می آمد، قربونت برم، تیمای درجه اول اروپا به اینجا می آمد. عکسایی که ما الان می بینیم از اون میدونه کم و بیش داریم با اوزبیو. اوزبیو رو کی دعوت کرد؟ اوزبیو رو تیم پاس دعوت کرد، تیم بنفیکا رو اینا دعوت میکردن، آمدیم بازی کردیم. عکس بیاد اوزیلر رو ما اونجا دیدیمش، آقا جزو پنج سرزن دنیا که با من جزو پنج سرزن، کوچیس، جو جردن، دنیسلاو، اوزیلر و خودم جزو پنج سرزن، اینا همه رو ما اونجا دیدیم. این هم خدمتتون بگم، این دو تا سه چهار تا اتاق الان زیر این لباس، زیر ورودی شهید کیلو هم جه. اونجا مرحوم نامجو آقای سلماسی، حالا یادم آمد، آقای رهنوردی، خود آقای منصوری خدا رحمتش کنه، علمخواه، اسماعیل علمخواه، اونجا وزنه برداری، وزنه میزدن، دو تا اتاق بود. من پسرمون داور وزنه برداری بود، چون من ورزشی بودم، گفتم منو با خودت ببر، من میبرد. مرحوم نامجو رو من ببینم، اصلا دیدن اینا گوشه وای میستدیم. اونجا وزنه برداری بود، اونجا تنیس بود، اونجا شنو بود، اینجاش فوتبال بود. خیلی خیلی درد دل داره الان که اگه امجدیه رو وقتی باهاش حرف بزنی، اونم خیلی موهاش سفید شده، 1319 73 سال پیش.
یه دفعه یادی یه توپ گل افتادم تو امجدیه دروازه همایون بهزادی گل تلافی گل گل اولی گل سومی به ثمر نمی‌رسونه فرزند گل گل اول توپ گل پاش و گل گل دوم لند و کشیده روی دروازه اولین پیروزی نصیب ایران میکنه شوت روی دروازه گل دوم خوش است کلامی در موقعیت دروازه گل عجیب میام میشینی و اخی ما میریم وسط و اونجا میرسیم خیلی یادم اونو توی عرشی شما پر میشه استادیوم خاموش مجددن سرود و شادی بله به نظر من یکی از نقاطی که خاطر انگیز هستش امجدی است این یه جای جالبیه هرچند این روزا زیاد بهش نمیرسن و بسیاری از بخشای جایگاهاش خرابه سالهاست دارن تعمیر میکنن ولی زیاد بهش نمیرسن متاسفانه به این استادیوم ولی خب میتونه جایگاه خوبی باشه من حتی دو و میدانی هم میرم و امسال هم رفتم دیدم اونجا تعمیرات دو و میدانی هم به اون شکل حرفه‌ایش دیگه برگزار نمیشه و این جای تأسف برای اینکه در مرکز شهر رفت و آمد بهش خیلی آزاد و راحته و باید اونجا رو برصد بیش از این بیش برسه هر چوری هست باید حساب به صورت سمبولیک نگرش دارن به شرط این که بتونن از همین این سمبولیک بودن این بهره ببرن برای فوتبال مملکت یا ورزش مملکتمون من تو عکس دیدم اول شاید مثلا 7-8 تا پله دور داشت و اونجا خب خیلی قدیمی بود بعد استخر امجدی ساخته شد با دایو معروفش که الانم هست بعد یواش یواش هر کسی اومد به سلیقه خودش یه چیزی اونجا ساخت مثلا اومدن زمین شماره 2 رو بعد ساختن بعد یواش یواش اومدن دفتر مشترک فدراسیون‌ها رو اونجا ساختن سالن ژیمناستیک رو ساختن اینا هم از نظر معماری خیلی متفاوته با هم دیگه هم از نظر جاگذاری بالاخره هر کی اومده یه سلیقه‌ای به خرج داده سالن بوکس ساخته شد سالن شمشیر بازی ساخته شد بعد در زمان خود ما اونجا یه سالن بادی بود که تبدیل شده به این سه تا استخری که به نام نوهده الان معروفه و در حقیقت هر کسی اومد یه سلیقه یه گوشه شو دید خالیه یه کاری اونجا کرد من به نظرم میاد که الان میتونه امجدیه یه طرح جامعه خوب روش داشته باشه به عنوان یک مرکزیت خوب ورزشی احیا بشه شما دارید در مورد یه جایی مطالعه می‌فرمایید که مال تقریباً بله 70 سال پیشه 70 سال پیش تا الان جمعیت چقدر بوده و تازه دو تا مثل این استادیوم داریم این کافی نیست مشخصه که کافی نیست و کم میاد و حتی خود این ساختمون محتمل دیگه اصلا اون سیمان توانایی یه نشستن این نداشته باشه که میبینید چند وقت یه دفعه احتیاج به تعمیر و مرمت وسیعی داره از این جهته که باید دولت ها همونطوری که فکر استقلال و تمامیت ارضی مملکت میکنه فکر آسایش و رفاه جوانهای مملکت در قالب ورزش با داشتن یه تشکیلات وسیع ورزش منظم بکنن اینا کم میکنه از علاقه و احساس آدم نسبت به مکانهای ورزشی برفرد و با توجه به اینکه امجدیه مهد
ورزش ایران بوده و ما هر چی که داریم از اونجاست، یعنی تمام والیبال، بسکتبال، فوتبال، نمیدونم کشتی، وزنه برداری، ژیمناستیک، شنا، هر چی که هستش تو ایران بوده مال استادیوم امجدیه بوده. شما الان استادیوم آزادی رو هم دارید، مثلا استادیوم آزادی به عنوان یک منطقه تمرینی و قهرمانی تا سالها محو بوده، یعنی اصلا وجود نداشته. اون سالهای اولی هم که درست شد انقدر دوردست بود که هیچ کس اونجا نمیرفت برای تمرین، بنابراین همه چیز در امجدیه خلاصه میشه. نه، ما خیلی لیاقتمون بیشتر از این است. امیدوارم که این عزیزانی که الان اون ارسیه بهشون رسیده اینا تقصیر ندارن. الان هم نوک فلش انتقادات رو به دستگاه ورزش و فدراسیون نگیریم. ببینید یه ارسیه بوده از گذشته رسیده و اونا با همین امکانات رو بهشون دادن. امیدوارم که برای این نسل جوان الان که یه روزی اونم مثل من و ما پیر میشه و میاد در زمان خودش صحبت بکنه، بتونه از خوبی ها بگه، بتونه از داشتن ها بگه، از لیاقت هامون که داریم. میتونم بگم امجدیه رو تو تصویر ذهنی مردم به عنوان یک عنصر معمارانه و شهرسازانه برجسته، وقایع تاریخی یک قرن گذشته ایران شکل داده و مرکزیت تهران به عنوان مرکزیت اکثر فعالیت‌های ملی و بین‌المللی ایران بیش از آن که اون رو معماریش یا مکان خاصش در تهران شکل داده باشه. امجدیه موقعی مطرح شد تو ذهن مردم جا افتاد که همگیری شبکه تلویزیون بسیار اندک بود. تا حدود اوایل دهه 50 بسیاری از شهرهای کوچک ایران مردم تلویزیون نداشتن اصلا که بخوان بنا رو تماشا کنن. پس بیش از آن که بنا مطرح باشه، سابقه تاریخی، فعالیت. چون وقتی که میگیم صحبت از یه بنا میکنیم، میگیم بنای فرم داره که همون تودشه، شکلشه، یه عمل کرد داره، اون فعالیتشه. خب این بنا رو ابتدا عمل کردش تو ذهن مردم ایران جا داده، بعد فرمش به تدریج شروع شده به شناسایی شده.